جهان این گردونه فراگیرنده همه چیز به کجا ره می سپارد؟ آیا قصدی، مقصدی و ساحلی در پیش است؟ یا هرچه هست، شناور شدن در دریایی بی ساحل و طوفانی است؟ تاریخ این امتداد پرفراز و نشیب نیروی حرکت خود را از کجا می گیرد؟ انقلاب این بزرگ دگرگونی در هم ریزنده همه چیز با چه نیرویی شعله می کشد؟ چرخ دنده های اقتصادی و اکونومیک یا رهبران، قهرمانان و پیشتازان تاریخ، یا ترکیبی از مبانی اقتصادی و سمت دهندگی رهبران و پیشتازان تاریخ، و انسان گل شاخسار تکامل آیا یوغ جبر و بایدها را به گردن دارد، یا اراده و آزادی نسبی مسیر تغییرها و دگرگونیها را در برابرش گشوده است؟ از مجموع بحث هایی که تاکنون صورت گرفت، سه نتیجه گیری مهم به دست می آید. 1. حل مسائل جزئی تر به حل مسائل کلی تر معطوف می گردد. 2. اساسی ترین مسئله در ایدئولوژی و فلسفه این است که آیا جهان خارج از ذهن واقعیت دارد یا نه؟ بودن یا نبودن؟ 3. پس از پاسخ مثبت به وجود جهان خارج از ذهن، شناخت جهان و هدف احتمالی آن رمز بازگشایی سایر مسائل و موضع‌گیری های فردی و اجتماعی است. این سه نتیجه گیری در میان کلاف درهم تنیده مسائل بغرنج در جهان اصلی ترین گره ها را به ما نشان می دهد. همچنین روشن می شود پس از پذیرش اینکه جهان خارج از ذهن ما حقیقت دارد، باید در پی شناخت بود. همینجا روشن میشه که تازه بعد از پذیرش این مطلب که بله خارج از ذهن واقعیتی هست مستقل از ما، تازه میبایستی سراغ شناخت بریم که خب این رو بشناسیم، چطوری میشود شناخت، شناخت اصلا چی هست، چطوری حاصل میشه، درستی و غلطیش با چه معیارهای ارزیابی میشه، شناسایی درست چه متد و چه منطقی داره، اصلا حد و حدود شناخت‌های ما تا کجا هست، توان شناخت پذیری ذهن ما تا کجا هست و الی آخر، که البته ما فعلا به این مبحث کاری نداریم و اون رو به بخش‌های بعدی کارمون موکول کردیم. خب فراموش نکردیم که بحث ما از اینجا شروع شد که ایدئولوژی چیه؟
ایدئولوژی از همین چیزهایی که از اول تا به حال صحبت کردیم بحث میکنه. موضوعش همین چیز هاست. به بیان روشن‌تر، ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی، هنری و امثال این هاست. تأکید میکنم که نظام یا سیستم یا دستگاه، دستگاهی از نظریات فلسفی و الاخر. بعدن خواهیم دید که این واژه نظام یا دستگاه یا سیستم چه اهمیتی داره. پس ایدئولوژی که این همه صحبتش رو میکنیم، جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی رو در بر میگیره، با اونها رو تبیین و تنظیم میکنه. یعنی همه کارهایی که ما میکنیم حتی اگر خودمون ندونیم، بر حسب یک ایدئولوژی، بر حسب یک ادراکی از جهان، ولی ناخودآگاه جامعهمون یا تربیتمون و وراثتمون یا طبقهمون رو ما داده باشیم، تنظیم شده بر حسب اینکه ارزش‌هامون چی هستن. یا چی نیستن؟ الگه ها و پیوستگی هامون چی هستن یا چی نیستن؟ پس ایدئولوژی راهنمای عمل ماست. چشم و چراغ و به قول قرآن نوریست که راه مؤمنان رو پیشاپیش روشن میکنه. نورهم یسعى بین ایدیهم، یعنی طرح زندگی کردن و مردن، نقشه و برنامه حرکت، رهنمون جنگ و صلح و تمام موضع‌گیری هامون. ایدئولوژی به ما جواب میده و ما رو راهنمایی میکنه که چه بکنیم و چرا بکنیم، چه نکنیم و چرا نکنیم. به همین دلیل باید تأکید کنیم که بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان سازمان انقلابی داشت. بدون یک ایدئولوژی انقلابی نمیتوان فردی انقلابی ساخت. اگر حتی برای صعود به یک قله بایستی راهنما داشت و یا راه بلد بود، به طریق اولا جای گرفتن پایدار و مستمر در قلل انقلابی نیازمند یک ایدئولوژی یا راهنمای عمل انقلابی است. امروز در میدان انقلاب و مبارزه و سیاست ما به خوبی این رو حس میکنیم. انبوهی از مسائل و تضادها، چه باید کرد؟ فلانجا چه کار باید کرد و فلانجا چه کار باید کرد؟ درست و غلطش چی هست؟ آیا میشه که برای رفتن به قله نقشه کوه رو میخواییم؟ برای صعود به قله های انقلاب بشه بدون ایدئولوژی رفت و پیروز شد و تا آخر رفت؟ اینجا روشن میشه که اگر بحث های ایدئولوژی مسیر درست طی بکنند و مسیر درست از مسیر انحرافی درست تشخیص داده بشه، چه اهمیتی برای پیروزمندی انقلاب ما دارند. کار ایدئولوژیک چسب اصلی همه حرکت‌های سازمان است.
زمن اجازه بدیم متذکر بشم که در محاورات معمولی وقتی صحبت از ایدئولوژی میکنیم یا در نوشتهای معمولی اغلب جنبه خاص فلسفی مورد نظر هست. فلسفه خودش بخشی از ایدئولوژی است. در حقیقت مسئله کانونی و محوری و مرکزی ایدئولوژی است. ولی همونطور گفتم ایدئولوژی به معنای دقیق و فنی کلمه همون دستگاه و نظام عقیدتی رو که صحبت شو کردیم در درجه کرد. حالا اجازه بدیم برای منظم کردن ذهنمون موضوعاتی رو که در هر ایدئولوژی بحث میشه روش عنوان موضوعات اصلی اینها رو طبقه بندی کنیم. فایده طبقه بندی چیه؟ در هر قلمرو چه طبقه بندی فرض کنیم گیاهان یا ستارگان یا جوامع طبقه بندی به ما امکان میده که شناخت‌های فراگیر مرتب و منظمی به دست بیاریم که حاکی از عمق شناخت و معرفت هم. به این صورت هر چیزی در جای خودش و در سلسله مراتب خودش قرار میگیره و روشن میشه. حالا طبقه بندی موضوعات مورد بحث ایدئولوژی. البته این طبقه بندی کیفی هست. ایدئولوژی یک دستگاه و نظام عقیدتی است. دستگاهی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی و هنری. این دستگاه تمامی عملکردها، مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. ایدئولوژی تنظیم کننده تمامی روابط و مناسبات انسانی است. از این رو ایدئولوژی باید مشخص کند انسان در تمامیت چه نوع روابطی دارد. پاسخ سه موضوع است: 1. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جهان، وجود و هستی. 2. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جامعه و سایر انسانها. 3. باورها و مناسباتی که انسان با خود دارد. پس ملاحظه می‌کنیم حالا که هر ایدئولوژی سه تا مسئله یا موضوع اساسی داره: وجود، انسان، تاریخ، که بایستی اگر ایدئولوژی کاملی باشه به اینها جواب بده. البته این که به اینها جواب بده یعنی چی؟ بعدا در موردش به تفصیل هر کدوم رو در جای خود صحبت خواهیم کرد. فعلا ما میخواییم موضوعات مورد بحث ایدئولوژی رو کلن مشخص بکنیم. با این همه یک کمی توضیح لازم هست. در قسمت وجود بالاخره باید روشن بشه آیا اصلا این جهان هدفی داره، خالقی داره، سمت و مضمون داره یا چنین چیزهایی در کار نیست. خب
مکتبای مختلفی هستن. مکاتبی جواب میدن که نه، وجود، هستی، سراسر، ماده در حال حرکت، هدف و مقصدی در کار نیست و الاخر. ملاحظه میکنیم که اگر به ترتیب منطقی و قابل قبول به اثبات برسه که نه، خدایی در کار هست، اون وقت خیلی از محاسبات فرق میکنه. مثلا شناخت شناسی ما فرق خواهد کرد. به تبع انسان شناسی ما فرق خواهد کرد. پشت سرش نظرگاه ما نسبت به جامعه و تاریخ تفاوت‌هایی رو خواهد داشت. حالا اینکه اگر هستی رو بدون مقصد و هدف تلقی بکنیم، نه قایتی در کار و نه خدایی، فیلمسن دیگه موردی برای پرستش باقی نخواهد ماند. کما اینکه مقصد نهایی مبارزات اجتماعی هم مشخص نخواهد بود. این چیزا تو این قسمت وجود باید بحث بشه. در مبحث انسان بایستی روشن بشه که انسان چه موجودی است. حرکت‌ها و کارهایی رو که می‌کنه با چی باید تبیین کرد؟ مثلا هر کی هر کاری می‌کنه از رو آگاهی‌ها و علمش هست؟ دقیقاً از روی علمش هست خالصانه که کسی با شما مخالفت می‌کنه؟ یعنی انگیزه کردارهای انسان، آیا انسان مجبور یا مختار؟ اگه مجبور باشه میگیم یکی جبران پس در مقابل شکنجه و شلاق و شهادت مقاومت میکنه، گردن فرازی میکنه و میایسته، و دیگری جبران تن به هر گونه ذلت و پستی میده. یکی جبران میگه نه و یکی میگه آه. آیا تبیین فروید از عملکردهای انسان درسته؟ آیا این درسته که عنصر جنسی به مثابه محرک تمام عملکردهای انسان، چه مستقیم یا چه غیر مستقیم هست؟ از کسی که انقلابی است تا کسی که ارتجاعی است، این درسته؟ یا نه، انسان علارغم تمام زمینه‌های جبری یا ابعاد جبری کارهاش، از یک اختیار نسبی و از حق آزادی انتخاب هم برخوردار. همطور در مبحث تاریخ مسئله این است که چه چیزی جامعه رو به حرکت در میاره، چه چیزی باعث انقلاب میشه. قهرمان ها، رهبران فقط، یا مبانی صرفا اقتصادی و اکونومیک، یا نه مثلا ترکیبی از اینها، ترکیبی از عوامل عینی و ذهنی یا الاخر. پس ما کلی ترین موضوعات و اساسی ترین مسائل مورد بحث ایدئولوژی رو که ایدئولوژی ها بایستی بهش جواب بدن باهش مختصرا آشنا شدیم. Thank you.
یک سمفونی. آرشه ویولون ها یک دست و هم نوا حرکت می کنند. ضربات موزون طبل ها، رعشه یک دست تار ها، صداهای ریز و بم برخاست از یک ارکستر، هماهنگ و همصدا. رمز موفقیت یک ارکستر هم نوایی تمامی نوازنده ها با یکدیگر است. در غیر این صورت ارکستر مجموعه ای می شود ناموزون و ناسازگار. اما حرکات دست رهبر ارکستر تمامی اجزای آن را یک صدا و هم نوا می کند. در یک دستگاه ایدئولوژیک نیست، سه موضوع اصلی، وجود، تاریخ و انسان، باید با یکدیگر همخوان و هم نوا باشند. پاسخ ایدئولوژی به وجود باید با پاسخ دستگاه به تاریخ و انسان سازگار و بی تناقض باشد. در غیر این صورت، آن دستگاه ایدئولوژیک سخت سست، ناپایدار و فرو ریختنی خواهد بود. وقتی دستگاهی آری از تناقض باشه بهش میگیم سازگار و الا ناسازگار و متناقض خواهد بود. حالا این مفهوم رو میخوایم بیاریم توی بحث خود. به عنوان مثال از اونجا که انسان‌ها سازندگان تاریخشون هستن، تبیین تاریخی ما به طور ریشه‌ای نبایستی در یک دستگاه منتظم ایدئولوژی به طور ریشه‌ای نبایستی با تبیین ما از انسان متناقض و متعارض باشه. به عنوان مثال اگر ما انسان رو موجود مجبوری بدونیم، یعنی فاقد اراده آزاد و فاقد اختیار نسبی و فاقد حق انتخاب، تحلیل‌های تاریخی ما نیز قطعاً بایستی جبرگرایانه باشه و بنابراین چندان جایی برای عمل کرده ارادی و غیر اجباری عنصر آگاه یا احزاب یا دستجات سیاسی باقی نخواهد گذاشت. یعنی هر کاری که اینها بکنن اثرش روی حرکت کلی جامعه اثری نخواهد بود که از این جبریات از پیش تعیین شده، مثلا انقلابی اگر رو به صعوده یا اگر رو به افوله. چرا؟ چرا اینطوره؟ برای اینکه قضایای ایدئولوژیک یکی بعد از دیگری از هم بیرون میان و یا به طور سیستماتیک یکی روی دیگری بنا میشه، مثل همه علوم که همه قضایا و مطالب اونها از هر علم مشخص از یک اصل اساسی یا از یک قاعده اساسی مشخص بیرون میاد، سرچشمه میگیره. یک جسم حالت ایستایی یا حرکت یک نواخت روی خط راست خود را حفظ می کند، مگر آنکه تحت تأثیر نیروی مجبور به تغییر حالت بشود. ایزاک نیوتن، دانشمند انگلیسی، توانست این اصل اساسی را کشف کند. از آن پس قانونهای دیگر مکانیک از دل این اصل اساسی پدیدار شدند. علم مکانیک با تمامی قوانین، فرمول‌ها و دانش پیشرفته امروز
مدیون همین اصل پایه‌ای و اساسی است. اوکلیدوس، ریاضیدان بزرگ یونان، حدود سالهای 365 تا 275 پیش از میلاد میزیست. اوکلیدوس، نویسنده معروفترین کتاب درسی تاریخ، اصول یا المنت میباشد. کتابی که به مدت 2000 سال شالوده آموزش‌های هندسه غرب بود، اما تمامی قوانین و فرمول‌های هندسی اوکلیدوس از پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین اصل آن بیرون می‌آیند. اصلی که می‌گوید از یک نقطه خارج از خط بیش از یک خط به موازات خط مفروض نمی‌توان رسم کرد. در دستگاه‌های عقیدتی هم، در دستگاه‌های نظری عقیدتی هم وضع به همین منوال است. اساسی ترین مسئله و اصل مسئله وجود و تبیینی که اون دستگاهی که داریم ازش صحبت میکنیم از وجود ارائه میده. بعد بر اساس همین تبیین ریشه‌ای تکلیف دو مسئله بعد، یعنی تاریخ انسان یا انسان تاریخ، و به دنبال اینها تکلیف صدها و هزارها مسئله دیگه روشن خواهد شد. مثال بزنم. دستگاه و نظام عقاید ماتریالیستی رو در نظر بگیرم. توجه کنیم که تأکید میکنم ماتریالیستی و نه مارکسیستی، چرا که بعدا نشون خواهیم داد که درهای مکتب مارکسیزم از نظر ما صرفا و تماما بر ماتریالیزم نمیچرخه، که میگذاریم برای بعد. برحال در ساده ترین و مختصر ترین صورت، نظام عقاید ماتریالیستی رو اونم به نحو ناب و خلصش در نظر میگیریم. پاسخ ماتریالیسم به جهان، هستی و وجود یک واژه است: ماده. در این دیدگاه در تمامی جهان پدیده ای جز ماده در حال حرکت وجود ندارد. بر پایه این پاسخ به وجود، ماتریالیسم انسان را هم تعریف می کند. در پاسخ به این سوال که انسان چه پدیده ایست، ماتریالیسم پاسخ می‌دهد: مغز انسان ماده بسیار پیچیده است که بر پایه آن انسان به عنوان موجودی آگاه تبیین و تحلیل می‌شود. در این دستگاه تفاوت کیفی انسان و حیوان در چیست؟ در آگاهی. تفاوت رفتار دو انسان در چیست؟ در سطح اختلاف آگاهی. پاسخ ماتریالیسم به تاریخ و جامعه نیز برآمده از پاسخ به این دستگاه به وجود است. دستگاهی که وجود و هستی را در تمامیت مادی می‌بیند. زندگی مادی و حیات اقتصادی را نیز تعیین کننده و به وجود آورنده زندگی معنوی، سیاسی و تمامی دگرگونی‌های اجتماعی می‌داند. زیر بنای جامعه، زندگی اقتصادی و اکونومیک است. این زیر بنای اقتصادی جامعه و تاریخ را به حرکت وامی دارد. تمامی حرکات دیگر جامعه نیز ناشی از این زیر بناست. دین، هنر، فرهنگ، شعر، موسیقی و فلسفه همه بر پایه همان زیربنای اقتصادی تحلیل می شوند. از این رو این پدیده ها روبنا نامیده می شوند. فعلا بحثی از درستی و غلطیش نداریم. داریم دستگاه رو مطالعه می کنیم. چطور منتظم رفته بالا؟ خب می بینیم؟
به این میگن یک سیستم سازگار و منتظم، منسجم. حالا اگر علاوه بر این سازگاری درونی، همه جاش با هم میخونه، دستگاه با واقعیت‌های بیرون از خودش هم بخونه و بتونه مسائلی رو که بهش عرضه میشه، مثل تفاوت دو رفتار، مثل مثلا این دین یا اون دین، بتونه حسب این فرضیاتی که دستگاه روش ساخته شده بهش جواب بده و مسائل رو حل کنه و به تناقض با بیرون از خودش برخورد نکنه، دیگه هیچ چیز کم نخواهد داشت. محکم استوار بر جای خودش خواهد بود. هیچ کس، هیچ مکتبی هم تا به ابد متعرضش نخواهد شد. هر کی متعرض بشه، چون با حق در آویخته، خودش بالاخره بعد از هر دست و پا زدنی که فرض بکنیم، به خاک سیاه خواهد نشست. چون ساده نیست که آدم جلو حق بیسته. اگر حق باشه و واقعیتی باشه، کسی که باش درگیر میشه جزاش رو خواهد دید. خودش پرتاب میشه به عقب، خودش پرتاب میشه به ارتجاع. اما اگر دستگاهی که استوار ساختیم نتونه از پس تبیین همه مسائل و واقعیاتی که در کادر خودش بهش عرضه میکنیم بر بیاد، دیگه فقط به عنوان یک سیستم بسته، یک بعدی که حد اکثر به در یک محدوده خیلی خاص خواهد خورد، مثل که هندسه اقلیگوسی به درد فقط جاهایی میخورد که خارج از یک نقطه خارج خط بیشتر از یک خط نتونید به موازاتش رسم کنید، به درد اون محدوده. این هم فقط به درد همون محدوده خاص و تنگ و بسته خواهد خورد، و یا فقط حد اکثر یک بعد از حقیقت در بر خواهد داشت، ولا غیر، و برای کل حقیقت که باید کنارش بذاره. کما اینکه ما زندگی مادی یا ماده رو به عنوان یک واقعیت که می‌بینیم، در اینکه بحثی نیست. بحث در اینجاست که آیا همه حقیقت و تمام مسائلی رو که بهش عرضه می‌شود کرد جواب میده؟ اصل پایه‌ای هندسه اقلیدوسی میگوید از یک نقطه خارج از خط بیش از یک خط به موازات خط مفروض نمیتوان رسم کرد. اما هنگامی که فراتر از هندسه اقلیدوس گام برداشته، قدم به پهنه هندسه لوباچوفسکی میگذاریم، میتوان از یک نقطه خارج از یک خط بی نهایت خط به موازات آن رسم کرد. این پهنه از هندسه دنیایی بسیار گسترده تر از پهنه هندسه اقلیدوسی است. بدین ترتیب مشخص می شود هندسه اقلیدوسی تنها در محدوده تنگ هندسه مسطحه پاسخگو است که از یک نقطه خارج از خط بیش از یک خط به موازات خط مفروض نمی توان رسم کرد. پیکره علم اقتصاد سرمایه‌داری بر دو پایه عرضه و تقاضا بنا شده است. در این دستگاه میان عرضه و تقاضا همواره باید تعادلی برقرار باشد. تمامی فرمول‌های دیگر علم اقتصاد سرمایه‌داری از پایه عرضه و تقاضا سرچشمه می‌گیرند. این علم مسیر دنیای اقتصاد سرمایه‌داری را گشود.
در دنیای سرمایه‌داری بسیاری کشورها، تراست‌ها و شرکت‌ها مسیر شکوفایی اقتصادی را طی کردند. اما ساختمان پایه علم اقتصاد سرمایه‌داری در یک نقطه فرو می‌ریزد. بحران. هنگامی که دنیای اقتصاد سرمایه‌داری به بحران می‌رسد، اصل عرضه و تقاضا دیگر پاسخگوی این مشکل نیست. آغاز تناقض. پس برای حل پدیده بحران باید در پی علمی دیگر بود، علمی که گستره آن بسیار فراتر از اصل عرضه و تقاضا باشد. یا مثلا در مکانیک نیوتن، همین که به سرعت‌های نزدیک به نور رسیدیم دیگه کار نمی‌کنه، جواب نمی‌ده. اون وقت نوبت به اینشتین می‌رسه و الی آخر. همونطور که گفتم، وقتی تناقض آغاز شد، آغاز این هست که ضمناً دستگاه یا نظام فرو بریزه. دقیق‌تر بگیم فرو نریزه، به جای خودش بشینه، یعنی همون محدوده‌ای رو که از پسش برمیاد. اگر پس هیچ محدوده‌ای برمیاد که باید سرنگون بشه تمام، اگر برمیاد پس در حد خودش، جای خودش و صلاحیت خودش. ملاحظه میکنیم که سیستم سازی چقدر مشکله. حرف های دلنشین و خوب و حتی پرمغز در یک تیکه کار گفتن همیشه امکان پذیر، اما تمام حرف ها و برخورد ها و روابطمون رو بیاییم در قالب یک دستگاه منتظم و منسجم، و به خصوص که این دستگاه با واقعیت جهان هم سازگار باشه بریزیم، این دیگه خیلی مشکله. اینجاست که همونطور که گفتم دستگاه ها یا بعد از یک مدتی تناقضشون آشکار میشه و یا بعضی وقتا تناقض ندارن، یا به نظر میرسه تناقض ندارن، داخلشون خبری نیست، ولی شک و ضربه واقعیت های خارجی سرپوش رو بر میداره و تازه تناقض ها به چشم میخورن. حالا وقتی به بحث خودمون برمیگردیم، تناقض سیستم ها وقتی رو شد، یا بیش از پیش از هم باید پاشیده بشه، یا اینجا هاست که دست به اصلاح، تجدید نظر طلبی، نوعی انتقاد و خلاصه میل به سمت سایر سیستم ها و حتی ذوب در اونها پیدا میکنند، و این هم چیز ناگزیر است. به عنوان مثال این عدم مقبولیت و تمایل التقاطی رو ما میتونیم در دستگاه نظریه هگل نشون بدیم. گئورگ ویلهلم فردریش هگل در 27 اوت 1770 میلادی در شهر اشتوتگارت آلمان دیده به جهان گشود. در نظرگاه هگل فلسفه نیز پویا و در واقع نوعی فرایند است، یعنی با حرکت تاریخ تغییر می کند. در این دستگاه تاریخ زنجیره طولانی تأمل و تفکر است.
به باور هگل روح جهانی یا خدا نیز همین فرایند دیالکتیکی را طی می‌کند. بدین گونه خدای هگل خدایی است در چارچوب قوانین دیالکتیک، خدایی تغییر یابنده. هگل مغز خیلی بزرگی بود و سیستم ساز هم بود. سیستم عقاید هگلی به رغم تمام نوآوری های تاریخیش از یک طرف قویاً به یک مطلق یا نوعی خدا احساس نیاز میکنه، از طرف دیگه چون نمیتونه رابطه درستی بین این مطلق و یعنی خدا با متد شناختش یعنی دیالکتیک برقرار بکنه، میاد خداش رو به نحو دیالکتیکی در حال تحول و تکامل قرار میده. درام تناقض. یا بیاین دستگاه نظری روانکاوی فروید رو در نظر بگیریم. دستگاه روانکاوی فروید به دلیل شست رفتگیش، انتظام و انسجامش، خیلی زود توی ذهن روشنفکرهای زمان، به اصطلاح روشنفکرهای زمان، جا افتاد. سیستم علی ظاهر خیلی جامع و بی نقص بود، سر و تهش به اصطلاح با هم میخوند. فروید چیکار کرده بود؟ زیگموند فروید در هفته می 1856 میلادی در امپراتوری پیشین اتریش زاده شد. فروید پایه‌گذار یک نظریه روانشناسی بود که تا مدتی دیدگاه مسلط در علم روانشناسی شد. برای توضیح این نظریه فروید از مسئله فراموشی آغاز کرد. او می گفت وقتی ما فراموش می کنیم خاطرات ما به کجا می روند؟ فروید پاسخ می‌داد در حالت فراموشی خاطرات به سردابخانه روح می‌روند. سردابخانه روح نیز در محلی قرار دارند به نام ناخودآگاه. سپس فروید ناخودآگاه انسان را تشریح کرد. به باور او ناخودآگاه دو بخش دارد. یک، اید یا ناخودآگاه سرشت نژادی. دو، اگو یا ناخودآگاه سرشت فردی. به باور فروید ناخودآگاه با دو بخش آن مخزنی است برای محرک‌های بقای خود و بقای نسل. فروید در این دیدگاه پایه و محرک اصلی را انگیزه‌های جنسی می‌دانست، انگیزه هایی که حرکت، کردار و رفتار انسان از آن ناشی می شود. چگونه؟ بر پایه این باور، اید یا ناخودآگاه سرشت نژادی همان خاطرات اولیه بشر است. از زمانی که انسان نخستین برای تغذیه از گوشت انسانهای دیگر استفاده می کرد و زنای با محارم در آن جامعه ابتدایی رایج بود، دورانی که به مادرشاهی شناخته می شود، حال این خاطرات در اید یا ناخودآگاه سرشت نژادی انسان نهادینه شده و به نسل‌های امروز رسیده است. فروید می گفت حال این خاطرات فشرده شده نژادی در اید در هر انسان به صورت حسادت‌ها و کینه‌ها خود را بارز می کند. برای نمونه دختران وارد حسادت و رقابت با مادر خود می شوند و پسران حسادت و رقابت را نسبت به پدر دارند. به باور فروید اینها بازتاب خاطرات سرکوب شده
در همان سردابخانه روح است. سپس این خاطرات که در عید مانند فنری فشرده شده در بزنگاه‌های مختلف ظاهر می‌گردد. برای نمونه انسانی تحت تأثیر آن انقلابی می‌شود، انسانی دیگر جنایتکار و یکی در پی زندگی خود است. یعنی آن انسان وحشی اولیه که در سردابخانه روح جای گرفته خود را به صورت‌های گوناگون بارز می‌کند. فشارها، اضطراب‌ها و نشانه‌های نوروتیک همه نمودهایی از آن است. در این دستگاه همه انسان‌ها دیوانه هستند. تنها میزان دیوانگی آنها با یکدیگر متفاوت است. به باور فروید، انسان در یک جبر کور نجات شناسانه فاقد هر گونه اختیار و آزادی عمل است. یعنی انسانی که جنایت می کند با انسانی که خود را فدای دیگران می کند فرقی ندارد، چرا که هر کدام در یک جبر کور که عمل کرده همان عقده های نژادی است دست به چنین کارهایی زدند. صرف نظر از درستی یا غلطیش، حالا ما وارد جزئیات نشدیم، دستگاه خیلی منظم، به اصطلاح دلچسب. ولی حقیقت این بود که انسجام دستگاه یک انسجام ذهنی و ظاهری بود، اگر که به ظاهر سنگر مقاومت ناپذیری به نظر می‌رسید. برای چی؟ اصلا از سنگ بناش در یک تفکر ماتریالیستی مکانیکی، اون هم نه دیالکتیکی، فروید تصور میکرد که خاطرات وقتی نیستند یک جایی میرن وقتی فراموش میکنیم. درست مثل که شما پرسید این نور وقتی چراغ خاموش شد کجا میره؟ مثل که تصور کنید نور الان رفت توی سیم، نبینیم که نور محصول چه رابطه است و خاطرات هم محصول چه رابطه هستند، یا فراموشی محصول چه رابطه است، کما اینکه یادآوری محصول چه رابطه است. برای اینکه فرویدی از آغاز عمیقاً با انسانشناسی علمی درگیر بود و به همین دلیل بعدها با ضرباتی که یکی یکی مردم شناسی، زیست شناسی و روان شناسی واقعی بهش زد تا به تحول نیاورد. اول از همه افسانه به ارث رسیدن زیست شناسانه خاطرات انسان قبیله این باطل شد. تصور فروید این بود که ما خاطرات رو هم به ارث بردیم از اون دوران بود. همچیزی نیست، کسی خاطره به ارث نمیبره. چرا؟ برای که هنوز کارکرد سیستم قشر بالای مغز، سیستم علائم ثانوی روشن نبود. گمان میشد، گمان میرفت که انسان خاطرات هم به ارث میبره. این باطل شد. بنابراین دستگاه فرویدی که انسجامش رو ناشی از چی بود؟ ناشی از اون سنگ بنایی که سرشت انسان جامعه برش مبتنی بود، این از بین رفت. مطابق اون سنگ بنا، هر کس جنایتی میکرد یا هر کس که خیلی نبوغ به خرج میداد چیزی نبود جز تکرار همون زندگی گذشته، منتها به صورت به قول خودش سوبلیمه، متصاعد. یعنی اون تغییر، اون انرژی به اصطلاح تغییر صورت داده در این زیر، و حالا به صورت مثلا این که طرف نقاش بزرگی است یا نوازنده بزرگی است تظاهر می‌کنه. وقتی این افسون خاطرات نژادی باطل شد، فرویدیستا دیگه مجبور بودن پشت خاطرات فردی موضع بگیرن، ناخودآگاه فردی. برای چی؟ برای که اونا به هر حال می‌خواستن عملکرد انسان رو به هر حال به ترتیبی به ناخودآگاهش ربط بدن. حالا اگر خاطره زنای با محارم به ارث نبرده از گذشته تاریخی، الان اینجا خاطره‌ای که مثلا پسر نسبت به پدرش در رابطه با مادرش احساس حسادت کرده در بچگی، این میل سرکوفته شده و بعد
به صورت دیگری تظاهر کرد. به این ترتیب فرویدیسم، دستگاه نظری فرویدی، دچار تجدید نظر طلبی شد. ولی قضایا به همینجا خاتمه پیدا نمی کنه. این تجدید نظر که ناشی از برخورد کل دستگاه با واقعیات خارج از خودش بود، سست بنیادی خود دستگاه رو هم زمنند که سنگ بناش خیلی سسته، این رو به اثبات رسوند. سرداب روح از دو تا خشت ساخته شده بود، خاطرات نژادی و خاطرات فردی، که بعداً در بحث‌های بعدیمون بیشتر توضیح خواهم داد. حالا وقتی یک سنگ برداشته شد، دستگاه باید رو یک پایه تاب بیاره و اینجاست که تازه نوبت رو شدن تناقضات بعدی هست، تناقضاتی که از جزئیات صرف نظر میکنیم. حتی خود فروید در آخر عمرش با وجودی که دستگاه نظرش توی امریکا روانکاوی خیلی مقبول افتاده بود، خودش هم گله میکرد که ای بابا این که دیگه خیلی آبکی شد، چون یک پایش رفت، یک پایش رو عمدن بریدن، تجدید نظر کردن و الاخر. برای چی؟ برای این که خیلی از جاهای سیستم متکی بود به این پا. وقتی این پا، این سنگ بنا زده شد و بریده شد، خب دیگه اونا به اصطلاح لقی میکرد. پس ما سیستم ها رو با ارتباط تنگاتنگ مسائل اساسیشون و سنگ بناهاشون بررسی کردیم و دیدیم که در صورت ناسازگار بودن چه با درون و چه با واقعیات بیرون از خودشون، چه بر سرشون خواهد اومد. و حالا میخوایم نتیجه بگیریم که تمام دستگاه‌ها و نظام‌های ایدئولوژیکی تابع همین مقررات هستند و از این سرباز نمی‌زنند. و مهم پیدا کردن اون سیستمی است که نه تنها با درون خود، بلکه به طور کامل با بیرون از خودش هم تطابق داشته باشه، سازگار باشه.